دوباره خوش آمدید. در این قسمت برنامه همکار ما امان الله قیصاری، گزارشگر توانای تلویزیون طلوع، و همچنان آقای باز محمد مبارز، یکی از مبارزین MMA در افغانستان با ما هستند و در رابطه به شب نبرد و فصل 12 صحبت میکنند. خوش آمدید قیصاری. سلامت باشین. سلام به شما سر جان و هموطنان عزیز، صبح شما بخیر. زنده باشین. امشب شب نبرد است و مسابقه مرکزی را هم باز محمد مبارز در برابر حریف اوکراینیش برگزار میکنه و آرزوی موفقیت دارم به باز محمد مبارز. تشکر. من سلام احترام خواهم خدمت شما و تمام دوستایی که ما را تماشا میکنن تقدیم میکنم. اول خوب است که از آمادگی مبارز با خبر شویم که مردم عزیز ما هم این دلهره را دارن که مبارز آمادگی یک آم و تام داره برای مسابقات. یعنی ما یک 22 روز تمرین کردم در روسیه، در شهر راستوف، در کمپ پرسویت، کمپ بسیار خوب است. در 22 روز ما تلاشای خود کردم، زیاد تپاندم خود، ببینیم امشب بخیر که مسابقه داریم در برابر یک حریف خیلی با تجربه با ریکورد، ببینیم چی رویداد رخ میده. ولی انشالله باور دارم که باید شکستش بده. اجازه سوال کنم، چرا تمرینات در خارج از افغانستان شما پیگیری میکنید؟ از هر نگاه زمینه تمرین آمادگی یک ورشکار ورفعی که 2-3 راوند یا 4 راوند فایت بکنه در افغانستان زمینه مساعد نیست. از مکانهای ورشی گرفته تا غذا، تا پارتینرهای بسیار خوب، از هر نگاه لازم است که یک ورشکار ورفعی باید بیرون از کشور. ما امیدوار هستم یک روزی مشکلات رفع شود، تمام قهرمانهای ما تمریناتش داخل افغانستان به آمادگی خوب پیش برند. در مجموع 12 دور شب نبرد را قیصاری صاحب شما چگونه میبینید؟ امشب به نظرم با حضور باز محمد مبارز و رولا محمدی و سایر ورزشکاران این دوره دوره متفاوتی هست و دوره جذابتری میتونه باشه. شاید بمب خبری مسابقات MMA در افغانستان حضور باز محمد مبارز بود در شب نبرد. من خودم انتظار نداشتم که باز محمد مبارز در داخل افغانستان فایت کنه و مبارزه داشته باشه. تصمیم پر ریسکی را شما گرفتید. من قسمی که در برنامه گذشته گفتم، من در سالهای 2016 و 2017 تصمیم داشتم که یک فایت خیلی بزرگ و متفاوت در افغانستان، در حضور ملت افغانستان داشته باشم. ولی زمینه فایت ما مساعد نبود. بر علاوه که دو بار دیگام در اون سالا سازمان سلفسی مرا دعوت به فایت کردن، ولی او شرایطی که ما برشان پیشنهاد کردم هم از نگاه برگزاری هم از نگاه مالی به مساعد نبود. ولی در این اواخر در 11 دور برگزاری مسابقات ما تمامش بررسی کردم، هم از نگاه برگزاری مسابقه فنی و هم از نگاه مالی مشکل ندیدم. به یک تفاهم رسیدیم. موضوع مالی رو نمیخوایی سوال کنی؟ به یک تفاهم رسیدیم و ما امیدوار هستم امشب خوبترین مدیریت و خوبترین برگزاری بی سابقه تاریخی را بر مردم افغانستان تقدیم بکنم. موضوع مالی را میمانیمش به برنامه کنکاش که شهر ورزش هست. چقدر گرفتیم برسیم؟ پول خوب برم دادن. یعنی پولی که گرفتین با اندازه پولی که احمد ولی اوتک گرفت هست؟ من نمیخوام درباره پول یا مسابقه احمد ولی اوتک گپ بزنم، چون احمد ولی اوتک گفت من خیلی گرفتم. چقدر؟ 50,000. نه، فکر نکنم که در تمام مسابقات از با 30,000 یا 20,000 دلار مصرف شده باشه در مجموع، به خاطر که ما خود ما یک مدیر ورفعی برنامه گذاری MMA هستیم، کل چیز بر ما واضح معلوم است. خب به هر صورت، ولی را گفته میتونم کسایی که در شب نبرد تابال اشتراک کردن 20 برابر او پول بر ما. 20 برابر. در ارتباط با سطح مسابقات صحبت بکنیم قیصاری صاحب، شما که سطح مسابقات در چه سطح، تفاوتش با دور 11 چگونه است؟ من به نظرم هر فصل و هر دوره مسابقات شب نبرد و مبارزاتی که سازمان SLFC برگزار میکنه مبارزات با کیفیت تری هست و نمونهش حضور باز محمد مبارز هست در این مسابقات. اگر اجازه باشه در رابطه با فرمت و سیستم برگزاری مسابقات صحبت کنم که ما 4 مسابقه اندرکارت یا ابتدایی داریم که به صورت لایو از یوتیوب شب نبرد افغانستان نشر خواهد شد و ساعت 8 شب امشب 20 حمل 4 مسابقه مین ایونت یا اصلی از
شبکه جهانی لمر گفتم نشخط شد و مسابقه مرکزی مسابقه باز محمد مبارز هست مقابل زاکا فتح الله زاده از کشور اوکراین. مسابقه نیمه مرکزی مسابقه رولا محمدی هست که بعد از تقریبا 3 سال در شب نبرد حضور پیدا کرده مقابل میلاد شهبازی از کشور ایران. میلاد شهبازی هم فریفایتر خوبی هست. فریفایتر خوبی هست و نکته‌ای که عرفان ابراهیمیان اشاره کرد اولین حضور او هست در یک رویداد بین المللی. فقط 2 فایتر داریم از خارج از کشور؟ 3 فایتر، 3 مبارز از کشور ایران داریم که 2 تایش در مین ایونت یا مسابقات اصلی حضور خواهند داشت و 1 فایتر هم در مسابقات اندرکارت. خیلی خوب. کیچ آنانسر انگلیسی این دفعه انگلیسی گزارش دادن. در رابطه با موضوع انگلیسی می‌خواستیم صحبت کنیم. یک نکته داره مسابقات این دوره که حتما جزئیاتش را در شهر ورزش اشاره خواهیم کرد. یک کامنتری انگلیسی یا گزارش انگلیسی هم داریم که به صورت جداگانه برای علاقمندان ام ام ای که دوست دارن مبارزات را با گزارش انگلیسی تماشا کنن نشر خواهد شد. حتما در شهر ورزش جزئیات بیشتر اشاره خواهیم کرد. به حال رویداد بین المللی هست و هر ایونت و هر دوره شب نبرد و اس ال اف سی و طلوع کوشش میکنه که به سمت حرفه‌ای شدن پیش بره. بله. پس دوباره به سوال مبارز برمیگردیم، این که حریف خودت اوکراینی هست و چقدر در مورد حریفت معلومات داری، چقدر تفاوت وزن بین یکی دیگر هست و آیا فکر میکنی که خودت بتونی این مسابقه رو ببری؟ وزن خود مشخص است، 74 کیلو 5 کیلو او 74800 هست اگر اشتباه نکنم. اما اصلاً بین 74 تا 75 است. حریفم در فلمایش که ما دیدیم در بهترین سازمان های دنیا مسابقه کرده، یعنی چپ از UFC دیگه در 4 سازمان بزرگ دنیا که بلاتور است، فایت نایت روسیه است، ACA که چند برد و باخت داشته؟ 17 برد داره و 11 باخت در 24 سالگی؟ در 25 شده، امسال 25 سال. آمار بسیار خوبی است. اجازه است؟ بفرمایید. حریف شما انتخاب کردین یا سازمان؟ حریف نه، سازمان برای ما معرفی کرده، کاکایل نورستانی 4 حریف برای ما معرفی کرد و از قاط 4 حریف ما خودم انتخاب کردیم. قیصری صاحب، چی تأثیر داره حضور باز محمد مبارز در سی ال اف سی و در خاک افغانستان بالای فری فایت و کسایی که علاقمند به این ورزش هستن؟ من خیلی جا گفتم باز محمد مبارز شدن با وجود تمام انتقاداتی که من خودم شخصا به مبارز داشتم خیلی مشکل هست. یک مسیر و یک مدت زمان 10-15 ساله سپری شده تا شخصی به نام باز محمد مبارز شکل گرفته و فکر میکنم از لحاظ انگیزه و از لحاظ انرژی و از لحاظ اینکه یک الگوی خوب میتونه باشه برای سایر جوانان خیلی میتونه تاثیرات مثبتی داشته باشه و حتما جوانان میبینن و حتما علاقمند میشن که راه مبارز را ادامه بدن با وجود تمام سختی هایی که داشته. من فکر میکنم خیلی راحت نبوده رسیدن شما به چنین جایگاهی و فکر میکنم تاثیرات خیلی مثبتی میتونه داشته باشه. و از نگاه فنی آمدن ما یا فایت کردن ما در سلفسی یا شب نبرد که از یک سازمان خیلی بزرگ دنیا به نام ACA و عریفم که از سازمان بلاتور یا فایت نایت یا هم سازمان های بزرگ دنیا هستن، وقتی که میاییم طبعا این امو جایگاه و بزرگی و مدیریت این برنامه فایت نایت یا شب نبرد یا سلفسی را به سطح دنیا انعکاس میده و موقفش را میبره بالا، چون ما از او قرارداد یک سازمان بزرگ دنیا با سازمان سلفسی قرارداد کردیم، پس اونمو هویت جهانی را به سازمان سلفسی یا شب نبرد ما میدیم. بله. و این یک دستاورد بسیار بزرگ برای ام‌ام‌ای افغانستان به برنامه شب نبرد و برای ورزش افغانستان است. افتخار است که یک سازمان به سطح دنیا در افغانستان میزبان باشه، یک رویداد برگزار کنه. من مطمئن هستم امشب تصویری از افغانستان به دنیا تقدیم میشه که برای مردم دنیا یک چیز بسیار نو میباشه. از هر نگاه ما باور دارم انشاءالله. و جناب قیصری، در ارتباط با حضور داورها هم بر ما بگین تفاوتش نسبت به دور قبلی چگونه است؟ داورها از خارج از کشور هم هستن؟ داوران همون داوران فصول گذشته هستن، از کشور ایران هم یک داور حضور داره
و فکر میکنم آقای یوسف مومند مثل دوره های گذشته یکی از داوران اصلی مسابقات شب نبرد هست. حتما آشنایی دارید با استاد یوسف مومند. و خودت من حیث یک خبرنگار ورزشی جواب بتین آقای قیصری که به MMA چطور جوان و علاقه مند میشه در این روزا؟ MMA کش داره در رسانه ها، زیاد شو میشه، چگونه است؟ من فکر میکنم جنبه های گوناگون داشته، حضور سازمانی مثل SLFC، حضور ورزشکارانی مثل باز محمد مبارز، عظیم بدخشی، احمد ولی اوتک، واحدالله نژند و خیلی های دیگر و همچنین حضور رسانه معتبری مثل طلوع که چنین مسابقاتی رو پوشش داده در کنار هم باعث شده جوانان و MMA علاقمند شوند. و من خب فوتبال هم گزارش کردم، شاید درست نباشه ولی اقرار میکنم که خیلی علاقمند MMA نسبت به فوتبال بیشتر هست در افغانستان. نمیفهمم چرا، ولی علاقمندان MMA، من خودم فوتبالی هستم مبارزه، ولی علاقمند MMA خیلی بیشتر هست در افغانستان. خبر هیجانم داره خصوصا مسابقه که مرکزی میشه. به اجازه سوال جواب بدم. سوالش میمونه. خودت در کدام گزارش کیف میگیری؟ من ارزش کیف میکنم. شاید اگر یک سال پیش دو سال پیش سوال از من میکردی من میگفتم فوتبال، ولی در حال حاضر من فوق العاده علاقمند هستم که در MMA هم حضور داشته باشم و خیلی دوستان خوب ما هستن. خیلی هم با شما بحث‌های جنجالی داشتیم ولی پشت صحنه برخلاف تصوراتی که مردم دارند و برخلاف بحث‌های جنجالی که من و باز محمد مبارز داشتیم، ما خیلی رفیقای خوبی هستیم. بله دقیق. با قیصری صاحب و مبارز صاحب آرزوی موفقیت داریم. سلامت. تشکر از حضورتان در برنامه. امشب ساعت 8 شب نبرد را فراموش نکنین، از لمر و در جمع‌نظم ریاست تربیت بدنی افغانستان برگزار میشه و شمایی که علاقه‌مند هستین میتونین برین از نزدیک فایترها را ببینین و همچنان مبارزه و تشویق کنین. وقفه. تشکر.